دکتر شیرین نوروی، دکترای روانشناسی بالینی و فوق تخصص در سنجش‌های علمی و روانی از آمریکا، با تهیه برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام دریچه امید، چگونگی بهبود یافتن و درمان زخم‌ها و دردهای روانی موجود در خانواده‌ها و جامعه ایرانی را آموزش و مشاوره می‌دهد. دکتر نوروی در همین راستا سمینارهای متعددی در کشورهای ایران، امارات متحده عربی، کانادا، اروپا و آمریکا برگزار نموده است و در همین راستا آثاری را منتشر نمودند که عبارتند از تألیف کتاب چگونه مادر و پدر موثری باشیم، ترجمه کتاب یک سبد عشق، شناخت مردان، چراغ دل شوهرت را روشن کن، چراغ دل زنت را روشن کن، از کودکان بیاموزیم و نیز هرچه نیاز داشتم بدانم در کودکستان آموختم. همچنین تهیه سیدی چگونه مادر و پدر موثری باشیم، چگونه رفتار مناسب با فرزندان خود داشته باشیم، چگونه همسر خود را انتخاب کنیم و چگونه رفتار مناسب با همسر خود داشته باشیم. و همچنین 4 محصول جدید با عنوان چگونه با خرد درونی خود به آرامش برسیم، چگونه عشق را به زندگی مشترکمان به ارمغان بیاوریم، چگونه به وزن ایدئال برسیم و چگونه با سالمندانمان رفتار مناسب داشته باشیم. برای تهیه آثار دکتر شیرین نوروی در ایران با شماره های 0912-578-1366 و یا 0919-705-2548 و در آمریکا و سایر کشورها با شماره 201-818-34-46-818 تماس حاصل فرمایید و یا به وبسایت nuravi.com مراجعه فرمایید. بدم راجبه سیستم مطبمون. وقتی شما تشریف میارید از این در تشریف میارید اینجا و طوری هست که هیچ کس رو نمیبینید تو این اتاق، هیچ وقت هیچ کس رو نمیبینید، یعنی تشریف دارید خودتون با خانوادتون در این اتاق منتظر میشینید و این زنگ رو میزنید، بعد ما خبردار میشیم من یا یکی از همکارانمون، بعد شما تشریف میارید تو. بعد بستگی داره که در کدوم قسمت خواهید بود، در قسمت بچه ها، در قسمت در این اتاق نرو فیدبک، بایو فیدبک اون اتاق قرار باشید یا در این اتاق باشید برای تراپی که تشریف میارید اینجا و شخص قبلی دیگه در این اتاق نیستش. قبل از اینکه شما تشریف بیارید از در دیگهی که در اینجا هستش که نشونتون میدم خارج شدن و طوری تنظیم میکنیم که به هیچ وجه شما
همدیگر رو نخواهید دید، فقط به خاطر کانفیدنشیالی و راحتی و آرامش شما هستش. برای اینکه هنوز در فرهنگ ما رفتن پیش مشاوره یه مقدار پنهان کردن توشش، خجالت میکشن برخیا، ولی بهتون بگم عزیزان، کسانی تو این دفتر تشریف میارن که حالشون خیلی بهتر از کسانی هستن که تشریف نمیارن، یا کسانی هستن که در بیمارستان ها و غیره زندگیشون داره انجام میشه، برای اینکه نرفتن کاری بکنن و وقتی که اگر تصمیم میگرفتن میومدن و کار میکردن با خودشون، با ما کار میکردن، حالشون خیلی بهتر میشد. بنابراین دوباره توضیح میدم، همه چیز کانفیدنشیاله، همه چیز محرمانه است، به همین دلیل دو در هست و هیچ کس رو در این دفتر ما، در این مرکز درش امید نمیبینه. دستگاهی که استفاده میکنیم HEG هستش، همو انسفالوگرافی ترینینگ لوکیشن هستش، قسمت های مختلف مغز هستش که ما میخواییم نشون بدیم که چه کارهای مختلفی انجام میده. مثلا برای تقویت حافظه قسمت T3 هستش که چگونه روی تمپرال لوب شما کار میکنه، لفت همسفر، و چگونه لانگ ترم مموری رو کمک میکنه و چگونه برای بچه ها برای خوندن، و قسمت ورونیکس اریا برای زبان، برای یادگیری کمک میکنه. Help with changing thoughts to words. بچه هایی که ADD ADHD دارن این قسمت فوق‌العاده کمک میکنه. قسمت های مختلف برای shape recognition هستش، T6 هستش که کمک میکنه، ما میتونیم نشونتون بدیم. و قسمتی که ما این بلت رو میگذاریم روی سر شما ربط داره با قسمتی که میخواییم روش کار بکنیم، برای خوندن، برای معنا دادن سیمبولز ها هستش، و این خیلی مهمه که این آزمایش رو بکنیم و بفهمیم که شما نیازتون چی هستش. مثلا برای دیپریشن FPZ هستش، برای افسردگی، و که این قسمت مغز هستش که استفاده میکنیم. Treatment area for depression, activate emotions, free inhibitions. و حتی در این قسمت برای میگرن و سردرد هم کمک میکنه، و تعجب آوره که در این قسمت برای کم کردن اشتها و ادیکشن کمک میکنه، برای اعتیاد کمک میکنه. AF4 هستش که قسمت دیگه هستش که برای تمرکز هستش، برای مغزهای خیلی مشغول، هایپراکتیویتی، مغزهای خیلی مشغول، خیلی مرتب افکار تکراری میاد که زیرش هم دلهوره، استراب میتونه باشه، میتونه استرس باشه، و برای خواب اثر خیلی خوبی داره. برای OCD Obsessive Compulsive Disorder، برای Tourette's، برای مانیا and trichotillomania، برای کسایی که انگزایتی دارن و موشون رو مرتب میکشن و بعضی وقتا مراجعه کننده هایی داریم که خب اصلا به خاطر این بیماری موشون از دست دادن. بله، یکی از کارهای دیگه‌ای که در مرکز پنجره به سوی امید انجام میشه نرو فیدبک هستش که اینجا این خانم از نرو فیدبک دارن استفاده میکنن. از طریق هدبندی که بر روی پیشونیشون هستش، دستگاه مقدار خون اکسیژن داری که در حال حاضر در نقطه ای از مغز جریان داره رو دستگاه داره دیتکت میکنه، اندازه گیری میکنه، و با توجه به افزایش مقدار خون اکسیژن دار و قرمز تصویر به جلو حرکت میکنه که الان ایشون بسیار خوب دارن انجام میدن. از 63% که در بیسلاین HEG بود در حال حاضر به 65% رسیده، با 2-3% افزایش، و تصویر داره به جلو حرکت میکنه. تنها خواستن ایشون و تمرکز و توجهی که به تصویر دارن باعث افزایش خون اکسیژن دار در مغز میشه که همون اون مقدار پرسنتیجی که افزایش پیدا میکنه تصویر رو به جلو میبره. و ما در حال حاضر میخوایم روی نقطه
در این نقطه از مغز ایشون داریم تمرین رو انجام میدیم. ورزش مغزی هستش که افزایش جریان خون اکسیژن دار رو باعث میشه. بسیار خوب دارن به جلو میرن با 4% 5% افزایش این جریان خون. و این سیستم نرو فیدبک هستش که برای درمان اضطراب، دلشوره، دلهوره، افسردگی، بیشفعالی مغز برای تمام سنین از 3 سالگی به بالا قابل استفاده هستش که تحقیقات بسیار موثری نشون داده که چقدر نرو فیدبک میتونه تأثیر داشته باشه در کاهش افسردگی، اضطراب و بسیاری از بیماری های روانی دیگر. شما قراره یاد بگیرید چطوری مغزتون رو با نبضتون، با تنفستون، با تمرکزتون تنظیم کنید که این سنگ ها روی هم بیستند. و الان مراجعه کننده ما داره همین کار رو میکنه و با فکرش، با تنفسهاش میتونه این کار رو بکنه. اگر متوجه هستید اینجا نبض رو نشون میده و حرکت این با فکرشونه. پس وقتی که شرطی میکنه خودش رو با نوع تنفسش، یه همچین چیزی اتفاق میافته. وگرنه الان خیلی خوب شد. وگرنه اگر حواسش یک لحظه بره جای دیگه این کار نمیکنه. و من زبان فارسی دارم میگم، ایشون با اینکه غیر ایرانی هستند میتونه حواسشون پرچی و این نره روی اون. برای همین باید سکوت باشه، تمرکز باشه و با اون چیزی که میخواد برسه. پس شرطی شدن مغز برای رسیدن به اون چیزی که ما هدفمونه، این چنینی که ما یاد میگیریم که تمرکز کردن یاد میگیریم، یعنی کاندیشن میکنیم فکرمون رو برای خواستن رسیدن به انجام کاری. حالا حل کردن مسئله است، پیدا کردن راه، هر چیزی که هستش. در هر لحظه بعد در زندگی چجوری میخوایم اون قدرت تمرکز خودمونو بیاریم وسط، حواسمونو جمع کنیم و به اون چیزی که میخوایم برسیم. حالا ما ایشونو یکم تنها میگذاریم. دستگاه دیگه‌ای که داریم EMDR هستش که Eye Movement Desensitization Reprocessing، و فرانسیس شاپیرو حدود 21 سال پیش این رو درست کرد. و این چنین هستش که کسی که کار میکنه با این روی خاطرات گذشته، پست تراما استرس دیسوردر، خاطرات گذشته‌ای که بسیار آسیب بهش داره و تو فکرش هست، این دستگاه و حرفایی که ما بهشون میزنیم در گفتار درمانی که ما با اینها انجام میدیم، تمام این خاطرات گذشته پاک میشه. یعنی چطوری؟ میدونن مثلا دعوایی شده، خشونتی بوده، تجاوزی بوده، ولی اون دردش از بین میره. اون قسمتی که لیمبیک سیستم مغز هست، ایموشنال شدن راجع بهش، اون یادشون میاد ولی اون درد ریموف میشه، درد از بین میره. و فرانسیس شاپیرو اینو برای کسانی که از جنگ برگشته بودند درست کرد که کابوس های وحشتناکی داشتند. بعد از انجام 4-5 جلسه EMDR تونستن که کاملا حالشون خوب بشه و این کابوس ها رو نداشته باشن. و الان عزیزی که داره این کارو میکنه، ما به گوشش میگذاریم، چیزی رو میشنوه و دستش هستش و نگاهش هست، و با این دستگاه حرکت میدیم به طرف راست و چپ و همزمان باهاش صحبت میکنیم، راجع به خاطرات گذشته ازش میپرسیم. و بعد از یک مدت خیلی کمی خودش میگه که چقدر حالش بهتر شده. بعضی وقتا حتی یک جلسه کسانی ما داشتیم که میترسیدن توی جاده های اصلی فریوی شاهراها رانندگی کنن، تونستن با این عمل با 1 یا 2 جلسه حالشون خیلی خوب بشه. کسانی بودن که از حیوانات میترسیدند و با انجام این عمل و صحبت کردن باهاشون حالشون خوب شده. کسانی بودن که دچار تصادفات بودن، دچار آزارهای جسمی و روانی بودن، تجاوزات بودن، بعد از انجام دادن چند جلسه EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing حالشون خیلی بهتر شده. همطور که گفتم میدونستن یه واقع بدی اتفاق افتاده ولی دردش از بین رفته. یعنی اون قسمت مغز هیپوکامپوس که این خاطرات تلخ رو نگه میداره
دیگه اون خاطرات رو از بین میبره. دستگاه واقعا فوق‌العاده و فوق‌العاده کارساز هست. در قسمت دیگه برای مراجعه کننده های ما که استراب دارن، دلخوره دارن، دلشوره دارن و تمرکزشون کم هستش، از EEG یا الفا استیم استفاده میکنیم و حدود 20 دقیقه هر بار تشریف میارن براشون انجام میدیم. و کاری که این دستگاه میکنه، اسیتوکولین و سرتونین مغز رو میبره بالا و حتی در یک جلسه حس میکنن که حالشون بهتر شده، ریلکس تر شدن و کم کم متوجه میشن که چقدر تمرکزشون بیشتر شده، چقدر به یاد آوردن موضوعی که قبلا یادشون میرفت کلید رو گم میکردن، مطمئن نبودن که در ماشین رو بستند یا نبستند، یا این باعث میشه که تمرکز زیاد بشه رو هر کاری که میکنن، تمرکزشون زیاد میشه و بعضی وقتا میتونن خوابشون بره، بعضی وقتا میتونن دستگاه باشه چیزی رو بخونن یا برنامه‌ای رو ببینن و فوق‌العاده کمک میکنه. برخی از مراجع کننده های ما گزارش دادن که حالت اینه که رفتم و یعنی انقدر این هورمون بالا میره، حالت یک شادی فراوان، یا اینکه مثلا یه داروی آرامش بخش خوردم. ولی خوشبختانه این دارو نیست و این یک کار طبیعی هستش، درست مثل این که شما ورزش میکنین، اسیتوکولین و سرتونین مغزتون میره بالا، این دستگاه همین کار رو میکنه. درود گرم منو بپذیرید در هر کجای گیتی که هستید، امیدوارم خوب باشید و روزها و ساعتهای بهتری رو در انتظار داشته باشید. شاد و موفق و پر انرژی بودن یادمون باشه چیزیست که در ذهن ماست و از ذهن ما به وجود میاد. در واقع ما همونی هستیم که میاندیشیم. حالا چطوری بیاندیشیم؟ چطوری بیاندیشیم که اونی باشیم که میخوایم، اون آدمی که چجوری میخوایم آدم خوشحالی باشیم تو زندگیمون؟ تمام زندگی و تمام داستان اینه که چطوری ما خوشحال باشیم و چطوری دیگران رو بتونیم شاد و خوشحال کنیم. آیا من اگر میخوام خوشحال باشم، میخوام خودم رو متقاعد کنم که شغلم رو بعد عوض کنم، مهاجرت کنم، ازدواج کنم، با افراد تازه‌ای روبرو بشم، درسم رو عوض کنم، چطوریه که ترفیع بگیرم، اقامت بگیرم، چطوریه که من میخوام خوشحالیمو تو چیا میبینم؟ اونجاست که میخواییم با شما صحبت کنیم امروز. آیا من ازدواج نکردم خوشبخت نیستم و اگر ازدواج کنم خوشبخت میشم، پس میام ازدواج میکنم که خوشحال و خوشبخت بشم؟ غلطه. بچه ندارم میرم بچه دار میشم که خوشحال و خوشبخت بشم؟ غلطه. سرگرمی ندارم میرم به یک چیزی وابسته میشم که برام اعتیاد میاره، مثل قمار، مثل مواد مخدر و غیره، که بهتر بشم. میبینیم که ما هر کاری که میخواییم بکنیم که خوشحالتر بشیم، اینه که وابسته هستیم به یه چیز دیگه که یه فرصتی به ما بدن که ما خوشحالتر بشیم. حالا صبر میکنم، درسم تمام میشه، بچم بزرگ میشه، زندگیم اینجوری میشه. نه، ما قراره در این لحظه که هستیم، در این لحظه که هستیم نگاه کنیم که به جای اینکه شغلمون عوض کنیم، همکارمون عوض کنیم، همسرمون عوض کنیم، ازدواج کنیم خوشحال شم، درس فلان بخونم خوشحال شم، اینو بخرم خوشحال شم، با همین چیزی که دستمه، با همین چیزی که دستمه چطوری میتونم خوشحال بشم؟ به جای اینکه بخوام این دوست عوض کنم، این همسر عوض کنم، این ماشین عوض کنم، این رابطه رو عوض کنم خوشحال بشم، میتونم نه اینکه قانع باشم و تحمل کنم و درد بکشم و زجر بکشم، نه، با همینی هم که دارم خوشحال شم. بچه‌م قراره ازدواج کنه من خوشحال شم؟ نه، بچه من ازدواج نمی‌کنه، شرایط براش آماده نیست و اون چیزی که میخواد نیست. چه بعد من قصه بخورم ناراحت شم که ازدواج نکرده؟ چه بعد مسئله من باشه؟ من به خاطر مثال دیگه، شرایط مالی الان باید حسابداری بخونم و من میتونم یه روانشناس خوبی باشم، به شرایط مالی اجازه به من نمیده، مهم نیست، من میرم این رشته رو یاد میگیرم،
لذت میبرم، پولش رو میسازم، بعد دریچه باز میشه برام که اون چیزی که میخوام به وجود بیارم. از این چیزی که دستمه، این حسابداری که دستمه، نهایت لذت رو میبرم، حسش میکنم. زمینم چرا من دارم اینو یاد میگیرم؟ قراره یاد بگیرم برم کمک به 4 نفر دیگه بکنم دیگه، به غیر از اینکه برای خودم پول در میارم. بنابراین توجه کنید که زندگی پر از چالشه، ولی وقتی که ما این واقعیت رو میپذیریم که ما در این زمان در اینجا هستیم، در این موقعیت، در این مقطع، و خوبه که قدرش رو بدونم، ازش لذت ببرم، عشقش رو بکنم، تا بعد به اون چیزی که میخوام برسم برسم. اون چیزی که میخوام برسم مینویسم. اگر در تقویم من نیست، در زندگی من نیست، من مینویسم چه ماهی، چه سالی، به کجا میخوام برسم، چه تحولاتی میخوام انجام بدم، عمل میکنم. اصلا چرا آره میریم دور، میخوام وزنم رو کم کنم، میرسم از این هفته 3 شنبه ساعت 8 تا 9 پیاده روی، 2 شنبه 4 شنبه جمعه شنا، شنبه این کار، 2 شخص مثلا 1 شنبه این برنامه میگذارید برای خودتون، و بعد دونه دونه اجرا میکنم، دونه دونه اجرا میکنم. اهداف ما باید به اهدافهای مدت کوتاه تبدیل بشه تا بتونیم انجامش بدیم. ما میگیم بیبی استپ. خب اگه دوست داشتید با ما مشاوره بگیرید، تلفن مطب 344-6818 هستش. ما ایژوکیشنال، سایکولوژیکال، نیروسایکولوژیکال تستینگ انجام میدیم، آزمون های روانشناسی که در رایس دیویس و چایلد استادی سنتر و UCLA انجام میدن، با قیمت بسیار مناسب تر و با زمان بهتری انجام میدیم. چطوری اینو میگم؟ اینی که وقتی شما UCLA وقت میگیرید، میرید این تستو میگیرید، بهتون میگن 8 تا 12 وقت شماست. حالا فرزند شما آماده است، نیست، حوصله داره، نداره، هنوز باید بشین اون تستا رو جواب بده، هنوز به اون ماشین باید وصل شه، هنوز باید اون توا رو بگیره، دیگه کاری دیگه ای نمیشه کرد. ولی با ما اگر وقت میگیرید، ما بهتون میگیم خب اومده بچه، حال بارها شده به مادر پدر گفتم نه این الان اصلا نمیخواد بکنه، حالش خوب نیست، باهاش صحبت میکنم، تراپی دیگه میدیم به خودتون شما، یا اینکه اگر لازم نبود میگیم مثلا یه روز دیگه که ساعتی یک مناسبه. بنابراین ما خیلی انعطاف پذیر هستیم، فلکسیبل هستیم. من و دکتر پیمان رعوفی، بورد رجیستر سایکوتراپیست و تخصصشون در بایو فیدبک، نرو فیدبک، میتونیم کمکتون کنیم. در ضمن بایو فیدبک های جدید برای اتنشن، توجه، و برای حافظه، و برای استراب، خواب های بد، کابوس ها، کابوس های وحشتناک، اختلالات وسواسی، میتونیم بهتون کمک کنیم که تجربه خوبیه و میتونه واقعا مثل یک آزمایش خون کامل هست که شما میفهمید نوع خونتون چیه، چی بالاست، چی پایینه، رو کاغذ، و دیگه این در اون درم نمیرین که چه کار بکنید. بعد برای شما که راه دور هستید، میتونید به شماره 344-6818 زنگ بزنید، مشاوره تلفنی بهتون میدیم. EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing هم انجام میدیم که حتما میدونید که چقدر مؤثر و خوب هستش و کمک میکنه برای اینکه خاطرات تلخه گذشته از بین بره. خطا به ترتیبی که روشن میشن جواب میدم. اگر در رابطه با خودتون، عزیزانتون مسئله دارید، سوالی دارید، حتما تشریف بیارید رو خط و میتونیم کمکتون کنیم. میتونیم بگیم که خب این در برای شما میتونه راحت باز بشه و شما میتونید چه کاری بکنید. البته این مشاوره با مشاوره که در دفتر ما داده میشه فوق العاده فرق میکنه. بله 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 بله، گوشی. سلام عزیزم، صدا رو کم کنین، صدای منو از اون بر کم کنین، صدای تلویزیون رو کم کنین. خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم. بندم همینجور. شما صدای تلویزیون هم کم کردید ماشاءالله. حتما به به به. ببخشید خانم دکتر، یه چند تا سوال داشتم در مورد بعد از زادم. ایشون 1 سالشونه، البته 1 سال و 1 ماه، یه جورای 13 ماهشه. یه چند مسئله براش پیش اومده، مسئله که نه
چند سوال دارم. الان به این بچه که 13 ماهشه خیلی کنجکاو نسبت به همه چی، مثلا در مورد باز کردن در کشوی لباس پدر مادرش، باز کردن ویترین ظرفا، یا مثلا باز کردن در فریزر، بازی کردن با گوشی موبایل. در مورد اینا ما چی کار باید بکنیم؟ چه هستمان؟ مثلا من خودم یه نمونه در مورد کشوی لباس ها، البته من خودم دارم میگم، یعنی به خانم بعدم گفتم این کارا رو بهش انجام بدن. اینکه یکی از کشوهایی که خیلی علاقه داشت باز کنه، گفتم این کشو رو خالی کنن، اسباب بازی خودش رو بریزن که این هر دفعه کشو رو باز میکنه با اون اسباب بازی خودش مواجه بشه، روبرو بشه. احبه. مثلا در مورد در سیریزه که تازگی ها یاد گرفته، خیلی باهاش صحبت میکنیم، میخواد در رو باز کنه، بهش میگیم نه این درست نیست، نباید انجام بدی، یا مثلا مجبور شیم در سیریزه رو چسب بزنیم که این نتونه باز کنه. میخوام ببینم که آیا این کاری که ما داریم انجام میدیم درسته. البته چند تا سوالای دیگه هم هست، اگر شما سلام میدین من همه رو پشت هم بگم شما جواب میدین، یا اینکه نه گوشی میدین. شما همین یکی رو همین یکی کاری که شما کردید کاملا درسته، خوبه. بچه 13 ماهه خیلی چیزا رو متوجه نیست، ولی این ماشاءالله یکم من فکر کنم ضریبه هوشیش بالاست. این بچه خیلی تندتر از بچهای این سن هستش، این کارا رو میکنه. و اون کشوری که اسباب بازی گذاشتید خوبه، ولی هر بار که میره در فریزر رو باز میکنه، جلوش میگیرین، دستشو میگیرین، میگین نه این نه، دوباره میاد، دوباره میرین میگین این نه، دوباره میاد میگید این نه، بعد میره تو ضمیر ناخودآگاهش، شکاندیشن میشه که میاد اینجا این نه. ولی اگر شما چسب بزنید، خب اینو چسب میزنید، در دیگه رو چسب میزنید، در دیگه رو قفل میزنید، در دیگه رو زنجیر میزنید، این نمیفهمه، نمیفهمه. الان چیزای خطرناک و این کارو میکنید 100%، ولی در فریزر رو قراره یه نفر اونجا وایسه بگه نه، بگه نه، چندین بار بگه نه، مسلما جواب میده، میفهمه، متوجه هستید. ولی اگر یه بار این وسط بره با باز کنه با یه چیز جالبی ببینه، باز دوباره چی میشه؟ تحریک میشه که این کار رو بکنه. بله. باید هر دفعه اونجا حضور داشته باشید، این کار رو بکنید. نه خیلی خوبه. پرسش بعدی در مورد مثلا همین بازی کردن با گوشی تلفن، یا مثلا اسباب بازی. الان تو اتاقش خب پر اسباب بازی است، ما تا اونجایی که امکان داشته فکرم اسباب بازی که خطرناک نباشه، مربوط به سنش باشه، ولی لج میکنه مثلا اسباب بازی دیگه رو میخواد. آیا این درسته ما این اسباب بازی دیگه رو که مثلا مناسب سن الانش نیست رو بهش بدیم؟ اصلا. یا مثلا سال دیگه هم در مورد موقع تعویض لباس جیغ میکشه، قبلا اصلا اینجوری نبود، الان با اینکه خیلی رعایت میکنه خانم مردم، ولی باز جیغ میکشه. بس. یا مثلا یه سوالی دیگه، البته من سوالاتم زیاد، اجازه بدین عزیزم، اجازه بدین، اجازه بدین. شما ببینید این دو سه تا رو من جواب میدم و بهتون میگم که چگونه میتونید خیلی از این سوالا رو جواباشو پیدا کنید. اسباب بازی پر تو اتاق نباید پر باشه. شما ببینید این بچه به نظر میاد چیزایی رو دوست داره که بهش میگی نه، چیزایی دوست داره که مال خودش نیست. شما تمام اون اسباب بازی ها رو جمع میکنید، تمام در دسترسش نیست، یک دونه اسباب بازی در روز میگذارید تو اتاق، یک دونه، با این بازی میکنه، اگر نکرد بر میدارید یه چیز دیگه بهش میدید. معمولا ما میگیم دو تا چویس، یا این یا این، یا این یا اون. تلفن مسلما تلفن رو عادت دادن بدن دستش، باید بگن نه، درست میشه در فریزر، نه نه نه، صد بار نه، از صد بار دو بار بگین آره تمومه. شما رفوزه این، این کوچولوی قشنگ زبل زرنگ برنده است. پس شما هیچ کار میکنید به خوبی دست میگیرید نه نه نه، متوجه شدید؟ پس این مال گوشی تلفن، این اسباب بازی که فراونی دارید میریزید، کتاب ها و سی دی های فراوانی هست که میتونید بگیرید. دو سی دی من راجبه و کتاب من اتفاقا کتاب چگونه پدر مادر موثری باشیم رو من تهیه کردم، به خانم برادرم دادم، ایشون هم خوندن، البته همه تمام نکردم ولی بهشون دادم که بخونن این کتاب رو. ولی حالا یا یه چیزایی شاید این بچه خیلی باهوشه، خیلی کاری رو انجام میده، خیلی بچه خوبیه، بسیار بچه خوب، دلنشین، حرف گوش کن، یعنی خیلی بچه چیزه. یا مثلا من الان یه سوال دیگه، اینکه ما کیک به جای کلمات
مثلا دست نزن نکن، ما به جای این مثلا این کلمه‌ای که منفی باشه ما چه جملات دیگه میتونیم بگیم؟ یا مثلا میتونیم یه موقعی الان مثلا داریم بهش غذا میدیم یهو یه غذا رو پرت میکنه، اون لحظه چه اثری داره؟ درست همه جا رو کثیف میکنه، اون لحظه باید چیکار کرد؟ آدم خیلی عصبی میشه، ولی خب چه اثری عملی بعد نشون بدیم ما ها؟ بله، اولا من دوست دارم شما دو تا سی دی دیگه من هست در رابطه با بچه‌ها، تبلیغم نیست، بگیرید، قیمتش هم مناسبه، خیلی خوبه، بهتون کمک میکنه. دوما زمان پرت که میکنه بچه میخواد امتحان کنه، میخواد پرت کنه، خب قشنگ رو صندلی نشسته، قشنگ وقتی پرت کرد جمع میکنید، از صندلی بلندش میکنید، اونو دیگه دستش نمیدید، بعد میبرید تو اتاق یا یه جا دیگه یا رو همون صندلی توپو بهش میدید، میگه حالا پرت کن. یه چیزی که میتونه پرت کنه بهش میدیم پرت کن، که این تجربه پرت کردن و بهش دادن و بازی رو یاد بگیره، یاد میگیره که با توپ و با اسباب بازی مخصوصی بعد این کارو کنه، نه با خوراکی. درست. و اونو جمع میکنی. اونجایی که میگین عصبانی میشین، اونجاست که یاد سیدی افتادم دیگه. چرا ما عصبانی میشیم از کوره در میاد؟ که مسئله شماست، قرار نیست عصبانی بشید. اون داره تجربه میکنه. خانم دکتر من بحثم از عصبانی منظوری که میخوام، یعنی تا اونجا که امکان داشته باشه خانم، بعدا سرش داد نمیکشه. منظوری میگم آدم حس عصبانیت بهش دست میده، ولی باز آدم خوشو کنه. میگم اون لحظه میخواستم ببینم که چه اثری هم از که شما فهمیدین چیکار باید کرد. یه لحظه نگه دارین ببینین حس، ببینین عصبانی شدن یک احساسه، مثل کلافه شدن، مثل گیج و کلافه شدن، مثل خوشحال شدن، این احساس میاد. نفس عمیق میکشم، با خودم میگم وقتی شما اینو بگیرین این احساسم برای بچه نمیاد، این داره تجربه میکنه. پس من میرم به جای غذا چند تا اسباب بازی میذارم روی صندلیش، صندلی بلند هایچر، میگم اوکی بنداز، منم بد میدم دوباره بنداز، بازی میکنیم. با اینا میشه، با قضا نمیشه. پس من هیچ وقت عصبانی نمیشم. ببینید، میگید یه حسه میاد، پلیسا یاد گرفتن وقتی که ما خلاف میکنیم عصبانی که نمیشه، از کورم که در نمیره، پیاده میشه، دفترچه‌شو میاره، میگه شما سرعتت زیاد بود. ای سرعت من زیاد بود؟ بله، ماشینت هم یا نوعه یا ماشینت چیچیه، مثلا هانداس یا بی ام دبلیو، متوجه نیستی که تند میره. آفیسر من اشتباه کردم. که اشتباه کردی اب نداره، جریمه رو مینویسه، خوش آمدین، تصدیقت هم بده، خداحافظ. از کوره در نمیره. شما باید اینجوری باشی برای بچه، برای بچه باید بفهمی. یعنی الان خانم دکتر عزیز شما میفهمید موقعی که یه چیزی رو پرت میکنه اون لحظه ما اونو از اون محل دور کنیم یا ببریم اتاق دیگه؟ اون اگر خوراکیه میگیرید بلند میکنید، بهش نمیدید دیگه. بعدم بهش میگید نه. من یه پرسش دیگه هم داشته باشم؟ نه، تو پرت کردی، نه، حالا بریم اون اتاق با هم دیگه بازی کنیم. دیگه گناه بهش نمیدین، بلکه این استیجی که شما میتونید خیلی گناه بدید به بچه، متوجه هستید؟ شما گناه به بچه نمیدید. شرم، نه شرم، نه نه شرم نمیدید. مهمونی هم بله بفرستی خانم، میشه توی مهمونی ها درسته آیا مثلا ما غذای بچه رو زودتر بدیم؟ چون ممکنه تو جمع سر سفره اذیت کنه، غذاشو زودتر بهش بدیم، بعد موقع غذا خوردن دیگران اینو ببریم توی اتاق دیگه نگهش داریم. آیا به نظر شما این کار درسته یا باید توی جمع یاد بگیره همچه غذا مثلا غذا خوردن تا اونجا که امکان داشته باشه میذاریم غذا بخوره؟ بعد این نکته هم اضافه کنم، موقع غذا خوردن پیش میاد دوست داره با دست غذا بخوره، آیا این درسته با دست غذا خوردن تو این سن؟ یعنی بعدا میتونه بهش یاد بدیم که با قاشق دوستم، یعنی میخواد با قاشق هم غذا بخوره ولی با دست خوردن هم میخواد تجربه کنه. میخوام ببینم این کارش درسته، ما اجازه بدیم با دست غذا بخوره؟ ببینین خیلی، اولا بنویسین شما به عنوان عمه و احتمالاً خانم برادر خیلی دارین اختلال وسواسی پیدا میکنین، استراب و انگزایتی راجع به نوع شخصیت بچه 13 ماهه دارین پیدا میکنین، خب؟ و من میخوام بهتون بگم اینو باید یکم جلو خودتون بگیرید. ولی رشد بچه ها
بر طبق پیاژه یکی از روانشناسان خیلی خوب به طور ناپیوسته در 4 مرحله انجام میشه. یکیش از 0 تا 18 ماهگی. حالا فروید مرحله اون اورال هست اول، بعد اینال و غیره. مال فروید از 0 تا 18 ماهگی مرحله حسی و حرکتیه. خب این بچه حس باید کنه، حرکت باید بکنه، تاچ بکنه. موقعی که شما مهمونی میرید، مثلا بچه 13 ماه هست، حالا میخواید جلوی اونا اینجوری نریزه بریزه، این همه مسائل شماست. دوست دارید تبندی میکنه، یه غذایی میخوره، بعد در جمع با بقیه چرا ببرینش یه اتاق دیگه؟ وقتی همه دارن غذا میخورن چرا بچه 13 ماه رو ببرید یه اتاق دیگه؟ من نمیفهمم چرا؟ که چی بشه؟ عزیزم نه از این بابت که جلوی جمع هم نشد. نه من این سوال، نه که این کار رو انجام میدیم، من سوالم این بود که آیا این کار درسته؟ یعنی آیا جلوی جمع همینجور غذا بخوره مشکلی نداره؟ یعنی که ببرنش توی اتاق دیگه؟ من نه نه جلو جمع من گفتم سوال داشتم جلوی جمع. آره آره جلوی جمع خیلی اوکیه بچه 13 ماهه با دستش بخوره، اینجوری هم بکنه تو دهنش. بله پس مشکلی نداره. جلو جمع واسه شما ها یه چیزای اشکال داره، واسه ما ها آب رو ریزی داره، برای اینا نه. مرحله دهانیه. بله متوجه هستم. فروید میگه مرحله دهانیه. به تلویزیون اصلا توجه نداره، این سنش اشکالی نداره به تلویزیون توجه نداره. چه خوب، انقدر عمه و خوبی داره، انقدر مادر خوبی داره، انقدر بهش توجه میدین، انقدر اسباب بازی داره، انقدر هر کاری میکنه زیر ذره بینه که دیگه میخواد چیکار بره تلویزیون نگاه کنه، با عمه خوبش بازی میکنه. بازی کردن از ما خیلی بهش توجه میکنیم، خیلی، چون یه برادر بیشتر ندارم، بعد خانم بردارم خیلی باش خوب رفتار میکنه، خیلی. فقط این که خودشون نتونستن صحبت کنن، من بیشتر برنامه شما نگاه. آره عزیز دلم، آره عزیزم، من گفتن سوالاتشون رو پرسید، خوب کردی. من گفتم من با شما صحبت کنم. خوب کردی عزیزم. چند سالتونه؟ من خودم 32 سالم هست. ازدواج نکردی؟ بله ازدواج کردم ولی بچه ندارم. جونم اب نداره خوبه؟ کلا برنامه های شما رو خیلی نگاه میکنم، خیلی هم به ایشون هم توصیه کردم، ایشون هم نگاه میکنن. الان هم پای برنامه هستم، میخواستم خیلی چند وقت بود میخواستم با شما تماس بگیرم، نمیتونستم. هی سوالا رو برای خودم مینویسم، هی هر روز سوالمون اضافه میشد، مینویسیم. گفتم حتما از شما سوال کنم که راه های بهتر رو برای تربیت این بچه به کار ببریم. حتما سیدی و کتاب. منم خوشحال شدم عمه گل، سیدی و کتاب حتما کمک میکنه. و برای بقیه من خدافظی کنم ازتون گل من. بله بله خانم دکتر عزیز، خیلی خوشحال شدم. موفق باشی. من از راهنمایی شما خواهش میکنم. خدا نگهدار. یادتون باشه مراحل رشد از دید اریک اریکسن، پیاژه، فروید و روانشناسان زیاد زیر 8 سال همه اعلام کردن که میتونه حدود 83-85% شخصیت بچه ها رو شکل بگیره. در این سن، در این زاست که عینک ها رو به بچه ها میدن، بدبین و به همه هممون بدبین و خوشبین شدنمون، باورها، نظام باورها، سیستم فکریمون، سیستم افکارمون، رفتار اجتماعیمون، غیر اجتماعی بودن، استرابمون، ترسمون، گوشه گیر بودن و گوشه گیر نبودنمون، اینتروورت، اکستروورت، طلبکار، بدهکار. خجالت میکشم بگم نه، بعدی بگم نه، اگه بگم خیلی خراب میشه. طلب دارم، I'm entitled، من اومدم اینجا همه چی باید مطابق میل من باشه. مادر پدر، فرمانده، فرمانبردار، فاعل، مفعول، شخصیت، بچه، جنگجو، آرام، سلطلب، مظلوم. نه ما میگیم جنگجو، نه میگیم مظلوم. خجالتی اجتماعی رو گفتم، تعارفی. من یه چیز دیگه میخوام، یه چیز دیگه میگم. بچه 1 سال و 3 ماه جلو مردم هر کاری کرد، هر چی خورد خورد، و همون کاری که تو خونه میکنید قراره توی اجتماع انجام بدید. شخصیت های متفاوتی که ما داریم، خودشیفته، وابسته، پارانوید، اسکیزوید، هیستریانیک، ضد اجتماعی، مرزی، شخصیت اجتنابی، وسواسی، همه از این سنها میاد.
پس مواظب باشید که چگونه است که شما بچه ها رو تربیت میکنید و چگونه است که خود شما تربیت شدید، خود شما چه برداشتی از نوع تربیتتون بوده براتون. در طول چند سال اول مدرسه هم تغییرات زیادی رخ میده که اونها هم قسمت های مختلف، ما میگیم مراحل رشد، استیجا هستش. بعدن شما از این بچه 13 ماه انتظار دارین چقدر واقع بینن است و بعدن چگونه است؟ شما چجوری بچهتون رو مقایسه میکنید با بچه های دیگه؟ چگونه توقعش رو بالا میبرید یا پایین میارید؟ چگونه استراب دارید خودتون؟ دلشوره دارید؟ وای خراب نکنم تربیتشو. یه ده انقدر خوب، حالا من میگم اینا بهترن از کسانی که اصلا بی‌تفاوتن، انگار نه انگار که اصلا بچه وجود داره، بدون دلیل بچه دار میشن، بدون دلیل نمیدونن چگونه بزرگش بکنن، چگونه پرورشش بدن، چگونه در رشدش تربیتش نارنشی داشته باشن. 4 تا کتاب 4 تا CD نه، هیچی نمیدونن و بعد دوره دبستان و دبیرستان و غیره مسائل پیش میاد. پس همه چیزها رو باید بررسی کنید. خطا رو جواب میدم. جانم بفرمایید. الو. سلام خانم، حالتون خوبه؟ سلام، خسته نباشید. خواهش میکنم. ببخشید خانم دکتر، با شما خواستم صحبت کنم. شما روی آنتن هستید؟ رو ار هستید. رو ار هستید؟ رو آنتن که نه، رو ار. بله بفرمایید. خانم دکتر، من چند روز پیش تماس گرفته بودم. بله بله. بعد شما من گفتین که 6:30 صبح چهارشنبه زنگ بزنم که من متاسفانه موقعیت حرف زدن نداشتم، نتونستم باهاتون تماس بگیرم. حالا که تونستید، چون من میدونم جمعه ها سخته، برای بینندگان عزیز بگم اگر جمعه ها سخت است که بیاید روی خط، ما 3 شنبه 7 شب اینجا برنامه داریم و شما میتونید ساعت حدود 6:30 اگر از ایران هستید زنگ بزنید 6:25 که ما شما رو بیاریم زود رو خط، چون بعضی وقتا جمعه ها نمیشه بگیرین، چندین هفته طول میکشه. جونم، من اون ساعتی که به من گفتیم برای من چون سخت بود صحبت کردم، من دوباره اون اصلا مهم نیستش، متوجه شدم. حالا سوالتون رو بفرمایید. خانمتون، من حدود 9 سال پیش ازدواج کردم و زمانی که ازدواج کردم شوهرم شغل ثابتی نداشت و 20 سالم بود ازدواج کردم. اون موقع زیاد برای من، خب یه دختر 20 ساله بودم، خیلی به این فکر نمی کردم که حتما باید یه مرد، شوهرم 8 سال از من بزرگتره، یه مرد حالا حتما یه کاری داشته باشه، یه بیزنسی داشته باشه، یه آیندهی داشته باشه. و اینو به شما بگم، از زمانی که باهاش آشنا شدم تقریبا هر شب مصرف الکل داشته و البته همیشه میگفت که من یادم الکلی نیستم، چون هر زمان که دلم بخواد مصرف نکنم نمی کنم. من یه چند سال اول زندگی، خب سن سالم کم بود، زیاد پی این نبودم که ببینم با خودم و زندگیم دارم چی کار میکنم. یه چند سالی که میگذره، حدود 25-6 سالم که میشه، دیگه کم کم به خودم میام که دیگه الان دور بر من چجوری دارن زندگی میکنن، دوستام چجوری هستن، خانواده دور برم چطوریه، من باید بچه دار بشم، من باید به فکر آیندم باشم، من به فکر زندگیم باشم، باید زندگی درآمد داشته باشه، باید از لحاظ مالی، از لحاظ شخصیتی خودم احتیاج به این دارم که 4 تا بشینم بگم شوهر من این کارو داره، این شغلو داره. اینا کم 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 به من فشار بود. البته با این جریانم به شما بگم که من خودم به شخص آدم عصبی هستم، قبول دارم، آدمی هستم که در لحظه تصمیم میگیرم، داد و فریاد میکنم، عصبی میشم، هر چیزی از ذهنم در میاد ولی بعدش پشیمون میشم. ولی تو این 4 سال گذشته زندگی اصلا خوبی نداشتم، یعنی واقعا یه زندگی داشتم که مثلا یه چند ماهی با شوهرم بودم، اختلاف برخوردیم، اصلا فاصله گرفتیم، 1 ماه 2 ماه 3 ماه شوهرم اصلا مردی نیست که بخواد بیاد سمت من، همیشه من بودم که رفتم سراغش، دوستش داشتم، هنوزم دوستش دارم و
کم کم به جایی رسید که مصرف الکل تو زندگی من تاثیر خیلی بدی گذاشت، چون شوهرم یه مقداری از لحاظ زندگی گذشتش یه جوریه که مجبور شده مصرف یه سری داروهای آرام بخش داشته باشه. بله. الان مصرف همزمان این داروها با الکل روش بله بله تأثیر بعدی گذاشته. اجازه بدین یه لحظه، اجازه بدید یه لحظه، اجازه بدید، چون خطا خیلی زیاده و این مشاوره ها مشاوره خصوصی نیست، باید طوری باشه. من از شما پرسش میکنم به جای اینکه شما داستانو بگید، باید طوری باشه که به درد همه بخوره، پاسخگو باشه، بله. کمک باشه و من اجازه بدین، اجازه بدین و من به نتیجه ای که میخوام برسم. از شما میپرسم که الان با این زندگی میکنید ایشون یا نه؟ الان نه، الان پس جدا شدید. از شما میپرسم سوالتون جدا چیه؟ جدا نشدم، نه جدا نشدم، ولی باید زندگی نمیکنم. چه جوری؟ من خونه خودم زندگی میکنم، ایشون رفتن. خب ما اینو میگیم جدایی دیگه، جدایین، ایشون رفته شما اصلا جدایی. آها، من فکر کردم شما منظورتونی که طلاق گرفت. نه نه نه، جدا، سپریت. نه نه نه، بله بله، الان از هم جدایی. اوکی، سپریت منظورم، جدا هستین، نه طلاق. خب وقت سوالتون چی عزیزم و چه مدتی از هم جدا هستید؟ از لحاظ مالی چی کار میکنید؟ ولی من مشکل مالی اصلا ندارم. اوکی، خب. و الان حدود یک ماه خورده ای از هم جدا هستید. بله، بس بار سوم چهارمه. بار سوم چهارمه. سوالتون چی عزیزم؟ من میخواستم ببینم که خانم دکتر، چون من با خیلی ها صحبت کردم، میخواستم ببینم کسایی که اینجوری مصرف الکل دارن، آدمایی که هر شب هستن و یه مقطع زمان پیش میاد که زندگی یه جوری براشون میشه که مثلا بیان به آدم بگن بله من قول میدم این دفعه نمیدونم این قضیه رو درست کنم و قول میدم نمیدونم ترک کنم و دیگه نخورم، و تو وارد زندگی میشی و دوباره اعتماد میکنی و میبینی همچین چیزی پیش نمیاد. من از خیلی سوال کردم اینجا، بله. خیلی جا مشکل. حالا اونجا رو کاری نداریم، شما چهار بار از ایشون جدا شدی. گفتن که درست نمیشه، یعنی تو نمیتونی بهش اعتماد کنی. اوکی. این آدم همینه. اوکی. خب حالا اگر همینه میخواین چی کار کنین؟ چون آگهی ها رو داریم. اگر همینه جدا نمیشه میخواین چی کار کنین؟ من میخواستم ببینم که من چون تصمیم دارم دوباره برگردم و تصمیم دارم بچه دار بشم، چون فکر میکنم اگر بچه دار بشم شاید یه کمکی باشه به این. اگر بچه دار بشی، اگر بچه دار بشی اونو بدبخت کردی. یک بچه‌ای که پدرش الکل مصرف کرده در خون و ژنش هست، یک بیمار دیگه به وجود میاری. خودت هم در حال حاضر احساس من این که بیماری. گوشی رو نگه دار، قطع نکن عزیز دل من. بعد از پیام ها برمیگردیم، پشت خطم باید صحبت میکنم. میتونی برگردی بدون بچه دار شدن. برگردم بچه دار بشم سرم گرم شه، این یه نوع بیماری توه و اون هم با اون ژن و خون. گوشی رو نگه دار نزنید. خانم مریم قدان هستم، سپاسگزار. بعد از پیام ها برمیگردیم. جانب. مرکز دریچه امید با افتخار تقدیم می کند. دکتر شیرین نوروی، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اصلاح مشکلات رفتاری، تشخیص و درمان عدم تمرکز و بیش فعالی در کودکان و بزرگسالان. اصلاح روابط والدین و فرزندان، مشاوره قبل از ازدواج و در طول ازدواج. بایو فیدبک، نیرو فیدبک، درمان و خونسا کردن تأثیر خاطرات آسیب‌های گذشته به روی مغز، EMDR. درمان استراب، وسواس، افسردگی و نگرانی، کنترل خشم و عصبانیت، مشکلات خواب. دکتر شیرین نوروی، دارای بورد تخصصی در روانشناسی بالینی و فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی. تلفن 818 344 6818.